عروسک‌های جنسی چی هن؟ یعنی عروسک‌هایی که در حقیقت عروسک نیستن، آدمن و مریض‌های جنسی که دوست دارن برده جنسی داشته باشن، این عروسک‌ها رو، این نمیدونم چی بهشون بگم، اینا رو می‌خرن و انسان میتونه به خودش اجازه بده همچین کاری رو بکنه. و چرا این حالت به من دست داد موقعی که عاشق دخترای کم سن و ساله، دخترای 9 تا 14 سال، برای اینکه بتونه وارد رابطه جنسی با این دختر بشه، اول به مادر دختر نزدیک میشه، رابطه جنسی با این دختر میکنه چون پدر خونده دختر بوده، به این هدفش میرسه. ولی آمبر تجاوزهای مختلف میکنه به دختر بچه و بعد از چند سال دختر بچه هست. حالا پیش خودت شاید بگی این چه ربطی به لولیتا داشت؟ گفتن کار باحالیه، ما بریم با دختر بچه‌های کم سن و سال حال بکنیم و باید یاد اون دختر رو به قطع برسونی، یا اینکه باید ولش بکنی، لوت میده اصلا کلن قطع، چون اگه این کار رو بکنن خیلی هاشون میمیرن از شدت خونریزی شدیده. اینطوری براتون بگم که اینترنت ما کلن چیزی که ما دران داریم میبینیم، سرچ میکنیم توی گوگل، یوتیوب، این چیزایی که ما بهش دسترسی داریم، میگه مثلا 10,000 یورو میدم دوتا چشش رو در بیار، دوتا چش طرف در میار، 5,000 یورو میدم نمیدونم میخو بکن توی پاش. سلام، افتخار دادین، دمتون گرم، مرسی که وارد این ویدیو شدین. امیدوارم که جبران کنیم، شما ویدیو بسازین ما بیایم ویدیو شما رو تماشا کنیم، شما مغازه بزنیم ما بیایم مغازه شما خرید کنیم، شما آنلاین شاپ بزنیم ما بیایم از آنلاین شاپ شما خرید بکنیم، برین دانشگاه شما دکتر بشین، مهندس بشین، عروسی دخترتون، عروسی پسرتون. اینو برداشتم که یکم متفاوت شروع کنم ویدیو رو، با ویدیوهای قبلی فرق بکنه. آقا امروز یه موضوع خیلی عجیب و غریب و حال به همزن داریم، پس همین اول ویدیو ازت میخوام که اگه زیر 18 هم نه، زیر 15 سال هستی، واقعا بزن بره نگاه نکن، جون من این ویدیو رو بزن بره نگاه نکن این ویدیو رو، چون من خودم ببین دیگه چیه، در حال آماده سازی این ویدیو که بودم خوف و وحشت منو گرفت، من رفتم دوش گرفتم اومدم زیر دوش، نمیتونستم چشامو ببندم از ترس. بریم حالا سراغ شمایی که از 15 سال به بالا، نه 15 نه، از 20، زیر 20 سال هم نبینم، به نظر من زیر 20 سال هم نبینم، من برعکس زدم، به جایی که 18 برم بالا 18 رفتم پایین. خیلی خلاصه و مختصر میگم که در مورد چیه ویدیو، بعدش میریم با هم دیگه وارد جزئیات میشیم و از اول تا آخر رو میبینیم، پس منتظر باش که به آخر ویدیو برسه، چون قسمت هیجان انگیز و کامل داستان رو آخر ویدیو میگم. این ویدیو در مورد عروسک های جنسی چی هن؟ یعنی عروسک هایی که در حقیقت عروسک نیستن، آدمن، دست و پاهاشون رو بریدن، دست ها از آرنج، پا از زانو بریده شده، دندونا کنده شده، حنجره و تارای صوتی از کار افتاده شده، چون این موجود که دیگه چیزی ازش نمونده، نه بتونه داد بزنه، نه بتونه گاز بگیره و نه بتونه چیزی رو بشنوه، کرش میکنن و به حالت نیمه کور هم درش میارن که خوبم نتونه ببینه، ولی حس داره و هنوز زنده است. این میشه یه عروسک جنسی که کم کم داره رایج میشه توی دارکنت، موردهایی پیدا شده که دارن این کار رو انجام میدن و مریضهای جنسی که دوست دارن برده جنسی داشته باشن، این عروسک ها رو، این نمیدونم چی بهشون بگم، اینا رو میخرن و ازشون استفاده میکنن. حالا این عروسک ها اسمشون لولیتا است، بهشون میگن لولیتا. چرا بهشون میگن لولیتا و اینکه چی شد که این ایده اصلا توی ذهن آدمی وارد شد و انسان میتونه به خودش اجازه بده همچین کاری رو بکنه، و چرا و چگونه و چی شد که اینجوری شد، اینا رو همه رو با هم دیگه بریم که ببینیم. خب من فراز QP اومدم که یه ویدیوی استثنایی بگیرم براتون، پس آخر ویدیو رو با من باش. فکر کن میخوای فیلم ترسناک ببینی، یه دستشویی برو، یه آب، یه نوشیدنی بیار بذار کنار خودت، ویدیو رو با خیال راحت ببین، هنسفری بذار تو گوشت اگه داری با گوشی میبینی، هیجان رو میخوایم هم دیگه بریم بالا. حتی این ویدیویی نیست که من بخوام بگم میخوام آدرنالینتون رو ترشح بکنم یا چیزی، بیشتر حال به هم زنه، بیشتر امکان داره از خودت، از آدم بودنت حالت به هم بخوره، مغزت، سلولای مغزت
بریزه به هم و اصلا گیج بشی، انگار یه ضربه محکم تو سرت خورده. این حالت به من دست داد موقعی که تحقیق کردم در مورد این. خب گفتیم به این عروسک‌ها میگن لولیتا. حالا اسم لولیتا از کجا میاد؟ داستان لولیتا چیه؟ لولیتا در واقع یک کتاب داستان اثر نویسنده روسی ولادیمیر ناواکوفه که موضوع خیلی بحث برانگیزی داره. نقش اصلی این کتاب یه آقای به اسم هامبرت هامبرت، یه استاد ادبیات روانپریش که عاشق دخترای کم سن و ساله، دخترای 9 تا 14 سال. این آقا عاشق یه دختر 12 ساله بوده که برای اینکه بتونه وارد رابطه جنسی با این دختر بشه، اول به مادر دختر نزدیک میشه، باهاش ازدواج میکنه که بتونه به این دختر بچه نزدیک بشه. بعد از ازدواج شروع به رابطه جنسی با این دختر میکنه، چون پدر خونده دختر بوده، به این هدفش میرسه. بعد از چاپ شدن این کتاب فوراً کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس، آرژانتین، نیوزلند و آفریقای جنوبی کلن فروش این کتاب ممنوع کردن و گفتن هیچ کی حق نداره این کتاب بخونه. خیلی خیلی نقد و انتقاد شد از این کتاب و فروشش همونطور که گفتم خیلی جا ممنوع شد. خب حالا بریم وارد جزئیات زندگی این آقای هامبرت هامبرت بشیم، طوری که توی کتاب در موردش نوشته شده. هامبرت هامبرت یه محقق ادبی بود توی اروپا و توی این کتاب مرگ ناگهانی معشوقش آنابل لی رو توصیف میکنه. معشوقه کودکیش بوده آنابل لی و هامبرت هامبرت توی کودکی عاشق این دخترک بوده، دخترگشوده بوده که میمیره و مرگ این دختر، این عشق کودکیش باعث میشه که توی سن بزرگسالی عاشق، یعنی تمایل به بچه های اون سن و سال داشته باشه، سن 9 تا 14 سال. این آقای هامبرت هامبرت علکی یه کتاب میگرفته دستش و میرفته توی پارکا و مینشسته که مثلا علکی دارم کتاب میخونم، دختر بچه‌ای که بازی می‌کردن و می‌پاییده. بعد از اینکه به خاطر رابطه‌اش با از طرف پلیس دچار مشکل میشه، با یه زن بالغ لهستانی که رفتار کودکانه داشته، رفتار بچه‌ای داشته، ازدواج می‌کنه و با هم میرن زیر سقف. این ازدواج هم متأسفانه کنسل میشه، به موفقیتی نمیرسه و آقای هامبرت میره نیو انگلند میره و اونجا شروع به نویسندگی می‌کنه. هامبرت میره خونه یکی از خانومای اونجا که اسمش شارلوت بوده و فقیر بوده، میره به اونجا و بهشون سر میزنه برای خوردن نوشیدنی، دعوت شده بوده به اون خونه و وقتی که وارد خونه میشه متوجه میشه که این خانم شارلوت یه دختر بچه 12 ساله داره که هامبرت با دیدن این دختر بچه یاد آنابل، همون عشق کودکیش میفته و یه دل نه صد دل عاشق این دختر میشه و دست و پاهاشو گم میکنه. خانم شارلوت به هامبرت پیشنهاد ازدواج میده. هامبرت هم به خاطر دختر بچه‌ای که داشته قبول میکنه پیشنهادو و اینا ازدواج میکنن. بعد از ازدواج هامبرت یواش یواش نزدیک میشه به دختر بچه و شارلوت اینو میفهمه. شارلوت شک میکنه که هامبرت بهش حس داره یا نه و کم کم متوجه میشه که هامبرت حسی بهش نداره و به رفتاراش با دختر بچه شک میکنه. میره دفتر خاطرات هامبرت رو یواشکی میخونه و متوجه میشه که حدسی که زده درست بوده و این آقا عاشق این دختر بچه است. هامبرت از شانسی که داشته، خانم شارلوت توی تصادف میمیره، دختر بچه میمونه و هامبرت. اینا با هم دیگه از اون شهر میرن به آمریکا میرن، به جای مختلف میرن. حالا نمیخوام داستانو زیاد وارد جزئیاتش بشم، ولی هامبرت تجاوزهای مختلف میکنه به دختر بچه و بعد از چند سال دختر بچه از دست هامبرت فرار میکنه و میره ازدواج میکنه. بعد از چند سال میاد از هامبرت پول بگیره که میگه بهش من احتیاج پول دارم، الان دیگه شوهر کردم، بچه دارم. و هامبرت هم بهش میگه که بیا شوهرتو ول کن، بیا با من، ولی قبول نمیکنه. و داستان این کتاب خلاصه از اینجا به بعد قشنگتر میشه و پایان خوبی داره، برخلاف تصوری که شما همتون کردید و منم کردم. این کتاب پایان خوبی داره. ولی چرا من اینا رو براتون تعریف کردم؟ چرا خواستم که این تیکه از داستان رو بدونید؟ حالا پیش خودت شاید بگی این چه ربطی به لولیتا داشت؟ هامبرت این دختر بچه رو لولیتا بهش میگفته، یعنی هامبرت اسم لولیتا رو گذاشته برای این دختر بچه و اسم لولیتا از اینجا میاد. حالا
ایده عروسک ساختن از کجا اومده؟ ایده عروسک ساختن هم درست حد زدین، عروسک انسانی ساختن از دختر بچه ها، از دخترهای کم سن و سال، از اینجا میاد. چون از این داستان بود که خیلی ها به سرشون زد، گفتن کار باحالیه، ما هم بریم با دختر بچه های کم سن و سال حال بکنیم و تجاوز بکنیم. آدم های مریض به این فکر افتادن، ولی دیدن که نمیشه و راحت کار راحتی نیست. بعدش باید یاد اون دختر رو به قط برسونی، یا اینکه باید ولش بکنی، لوت میده، اصلا کلن قضیه کنکله. به ایده عروسک سازی رسیدیم. کم کم از این داستان ایده عروسک سازی درست شد و متاسفانه در حال انجام گرفتنه و این عروسک‌ها دارن ساخته میشن. همونطور که اول ویدیو گفتم، دخترای بیچاره کم سن و سال رو میگیرن، میدوزنشون. یه تیم پزشکی خیلی حرفه‌ای، کسایی که واقعاً پزشکن و عمل کردن بلدن. این بریدن دست و پا اینجوری نیست که بیاد یه تبر رو بزنه ببره، چون اگه این کار رو بکنن خیلی هاشون میمیرن از شدت خونریزی شدید. اول بیهوش میکنن دخترای معصومو، بیهوش میکنن، شروع میکنن به قطع کردن دست و پا و کشیدن دندون. اینا همش نسبت به سفارشی که داده میشه. حالا از کجا سفارش داده میشه؟ از دارکنت. دارکنت چیه؟ دارکنت قسمت تاریک اینترنته. اینطوری براتون بگم که اینترنت ما کلن چیزی که ما الان داریم میبینیم، سرچ میکنیم توی گوگل، یوتیوب، این چیزایی که ما بهش دسترسی داریم، اینستاگرام، واتساپ، اینا کلن 5-10% اینترنت رو تشکیل میدن. یعنی ما کلن به 5-10% اینترنت دسترسی داریم. بقیه این 5-10% که میشه 90% حدودن، این 90% بهش میگن دیپ وب. دیپ وب به اون قسمتی میگن که ما بهش دسترسی نداریم. و دارک نت، جایی که این عروسک‌های جنسی سفارش داده میشن، بهش میگن دارک نت. این دارک نت زیر مجموعه دیپ وبه. دسترسی به دارک نت خیلی سخت‌تر از دیپ وبه. و ببین دیگه این فروش، خرید و فروش عروسک‌های جنسی و سفارش دادنشون چقدر کار سخت و چقدر پیچیده و چقدر موضوع حیاتیه که توی خود دارک نت دسترسی به لینک سفارش دادن این عروسک‌ها و خریدنشون خیلی خیلی سخته. یعنی وارد دارکنت هم که میشی، باز اونجا هم کلی راه‌های پیش در پیش داری که برسی به این عروسک‌ها، به سفارش دادنشون. حالا چطوری و از طریق کیا این عروسک‌ها سفارش داده میشن؟ افراد پولداری که مریض جنسی هن، مریض روحی هن و دوست دارن آزار و اذیت یکی رو ببینن، یه آدم رو ببینن، میان و سفارش میدن این عروسک‌ها رو. طبق سفارششون عروسک‌ها ساخته میشن. اکثرا دست و پاها رو قطع میکنن توی سفارش ها. سفارش قطع کردن دست و پا رو میدن و یکی میگه من میخوام عروسکم کور باشه، یکی میگه میخوام بیناییش 50% باشه، یکی میگه میخوام کر باشه، یکی میگه میخوام لال باشه، یکی همه رو میخواد. و طبق سفارشش تیم پزشکی میاد، یه تیم پزشکی میاد دست و پاها رو قطع میکنه، کارهایی که سفارشایی که انجام داده شده قطع میکنه. مثل میمونه من زنگ بزنم بگم یه پیتزا میخوام با سس مخصوص، با مثلا گوشت اضافه، قارچ اضافه، پیتزایی که قارچ نداره رو با قارچ سفارش بدم، نسبت به سفارش من برام انجام میدن. و اینا میان، این آدمای وحشی این کارا رو با مردم عادی مخصوصا دخترها انجام میدن. این تیم پزشکی بعد از اینکه عملیات رو انجام داد روی جسم، یعنی سفارش رو انجام داد، میره سراغ تغییر حالت روحی و آزار و اذیت کردن روحی عروسک یا همون دختره بیچاره. میان براش فیلمای مثبت 18 میذارن، فیلمای وحشتناک میذارن، شکنجه هایی که بهش دادن، طوری که دست و پاشو قطع کردن، شکنجهش دادن، اذیتش کردن رو فیلمشو بهش نشون میدن، فیلمشو از قبل گرفتن و بهش نشون میدن که خودش ببینه چه بلای سرش اومده. هر روز توی گوشش هدفون میذارن با صداهای وحشتناک و بلند که به طوری که پرده‌های گوشش آسیب ببینه و پاره بشه و کلن از لحاظ روحی دیوونه بشه. روزها و ماها شکنجهش میدن. یه برده رو تربیت میکنن، طوری بهش میفهمونن که تو یه برده‌ای و
بهش یاد میدن که با این جسم جدیدی که داره، با این بدنی که داره، بدن جدیدی که داره زندگی بکنه و باهاش کنار بیاد و قبول بکنه که یه برده است، یه برده جنسیه. بعد از اینکه این مراحل گذرونده شد آماده فروشه و از 30,000 تا 40,000-50,000 قیمت این عروسک هاست و یه سری آدم ها هستن که میان توی دارک نت این عروسک ها رو میخرن. یه سری دیگه از آدم ها هستن که نمیان عروسک بخرن، میان پول میدن به افرادی که توی رد روم هن. رد روم یه اتاقاییه که حالا توی ویدیو جداگونه در موردش صحبت میکنیم. یه اتاقاییه که توی این اتاقا یه نفری رو میگیره، نسبت به سفارش اونی که پول داده شکنجه میده. اونی که پول داده پول میده، میگه خودش میشینه پشت وبکمش و به صورت لایو نگاه میکنه، میگه مثلا 10,000 یورو میدم دو تا چششو در بیار، دو تا چش طرف در میاد، 5,000 یورو میدم نمیدونم میخو بکن توی پاش مثلا. از این کارا توی ردروم انجام میشه. این یه سری افرادن که پولشون رو اینجوری خرج میکنن توی ردروم. یه سری افرادن هستن که این عروسکای جنسی رو میگیرن. آخرین باری که مورد این یکی از موردهای عروسک جنسی پیدا شد سال 2006 بود که یه آقایی رو توی مکزیک گرفتن که از این عروسکای جنسی داشته توی خونش. این آقا توی بازجویی که شد به مأمور پلیس گفته که این عروسک‌ها فروش خرید و فروشش و تولیدش به سرعت داره توی بازار افزایش پیدا می‌کنه و در آینده خیلی خیلی زیاد میشه. متأسفانه پلیس موقعی که این عروسک‌ها رو موقعی که این عروسک‌ها رو میگیرن، پلیس‌ها نمیتونن کاری بکنن، نمیتونن بفهمن کی این کارو باهاشون کرده، نمیتونن بفهمن این جسم الان کیه، هویتش چیه، پدر مادرش کیان، چون نمیتونه طرف حرف بزنه نه دیگه. بریم این قسمت از حرفای این آقا اسمش چی بود؟ اسمش یادم رفت، ولی بریم ببینیم. شبکار خود همینا میسوزن. کار به جایی رسیده که چند وقت پیش بودن مکزیک یه نفر رو پیدا کردن، تازه دنیا فهمید چی شده. کار به جایی رسیده که اینا حرامزادگی فکری به یه جایی رسیده، این آروغ سرمستی من پول دارم به یه جایی رسیده که طرف بره سفارش آدم بده توی این شبکه. با حیوانات رابطه جنسی داشتن، میگفتن نه این خوب نیست، این حیوانه، سفارش بده انسانو برام عین حیوان کنید برام بفرستید. برن تو اروپای شرقی از این نوانخانه ها و یتیم خونه ها دختره اونجا رو بدزدن، اونم گزارش رد کنه فرار کرده، بردارن ببرن عمل جراحی کنن، دستا رو از آرنج قطع کنن، پاها رو از زانو قطع بکنن، حس بینایی رو از بین ببرن، چشم داره میچرخه اما نمیبینه، اعصابش رو قطع میکنن. اما این آدم میفهمه ها، این مغزش کار میکنه ها. معروف اصلا به عروسکای لولیتا میگن به اینا. تلخترین قسمت داستان اینه که این عروسکا زندن و حس دارن، درسته نمیتونن حرف بزنن، شاید نتونن خوب ببینن، شاید نتونن بشنون، ولی حس میکنن. درد رو حس میکنن، غم رو حس میکنن، افسردگی رو حس میکنن و مثل من و شما همه چی رو حس میکنن، ولی هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و متاسفانه تا امروز پلیس نتونسته عوامل اینا رو پیدا بکنه. ببین چقدر ما آدما کثیفیم و از ما آدما چه کارایی میتونه بر بیاد. پس کنترل کن خودتو و حواست به خودت باشه که هیچ وقت ذهنت سمت فکرهای بد نره و اینو همیشه بدون که انسانیت حرف اولو میزنه توی دنیا. پس سعی بکنیم که انسان باشیم، همیشه در مرحله اول انسان باشیم، در مرحله اول انسان باشیم، اینو هر روز به خودمون بگیم. اصلا اعصابم خورد شد این ویدیو رو گرفتم، کاش نمیگرفتم این ویدیو رو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون نیومده باشه، این دفعه برعکس دفعه قبل، از این ویدیو خوشتون نیومده باشه، چون اگه خوشتون اومده باشه آدم نرمالی نیستین. پس از این ویدیو خوشتون نیاد، ولی لایکش بکنید که به آدمای بیشتری نشون داده بشه که ببینن
تو این دنیا داره چه اتفاقاتی میفته. پس قدر سلامتی تو بدون، قدر اینکه یه انسانی و هیچ وقت فکرهای بد به ذهنت نمیرسه، از کارهای منفی که یه انسان میتونه انجام بده استفاده نکردی و نخواهی کرد و فکرت و روح و جسمت همیشه سمت یه انسان با شرف بمونه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. این گندم تو خیابونه خوشه، یه خشم من و تو تشن